هنر و سیاست هر دو در حوزه علوم انسانی تعریف می شوند و همین مسئله نقطه پیوند این دو است. نگاه ظریف هنر به هستی و زیباشناسی آن به مفهوم زندگی که شاید تمام و کمال هنر را به جامعه انسانی بیان می دارد و نگاه محاسبگر سیاست که در واقع داعیه دار مدیریت جامعه است و با توزیع قدرت نمایندگان جامعه و یک کشور را معرفی می کند، چطور می تواند سرنخی برای ادامه گفتگوهای صلح میان طرفهای مذاکره کننده باشد؟ طبیعت هنر که متکی به تخیل و خلاقیت است و سرشت سیاست که بر تعقل و مدیریت می انجامد تفاوت بنیادی این دو است. اما موضوع و مخاطب هر دو یکسان است و آن جامعه انسانی است. آیا برای رسیدن به جامعه انسانی تر لازم است تا ارتباط میان هنر و سیاست درست، بنیادی و واضح تر بیان شود؟ کدام نهادها این نیاز را تعریف می کنند و چه مؤلفه هایی برای ایجاد رابطه میان این دو نقش کلیدی دارند؟ کیها و کدام نهادهای موجود افغانستان باید وظیفه ایجاد زمینه گفتگو میان جامعه سیاسی و جامعه هنری را به عهده بگیرند؟ و یا برعکس، چطور می توان بهره برداری سیاسی از هنر و هنرمندان را در افغانستان متوقف کرد؟ سلام، ما آرش بارز هستم و شما ویژه برنامه هنر را از طلوع نیوز مشاهده میکنید. در این برنامه سید آقا فاضل سنچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، خانم رویا سادات فیلمساز و دکتر عمر صدر استاد دانشگاه همراه ما هستند. بسیار خوش آمدید. در آغاز جناب صدر میخوایم بدانم که چه تعامل میان فرهنگ، میان هنر و سیاست میتونه وجود داشته باشه، مشخصا میان هنر و سیاست. تشکر از شما، درود به بیننده عزیز و مهمانان عزیز. اما قسم شما هم در مقدمه تذکر دادین، حوزه هنر و حوزه سیاست تفاوت های بنیادی داره. حوزه سیاست معمولا حوزه قدرت است، حوزه تعامل، حوزه منازعه و بیشتر بر مبنای عقلانیت تعریف شده، خصوصا سیاست مدرن که بعد از ماکیاولی شکل گرفت. حوزه است که بیشتر شما به محاسبه منافع و ضرر خود میپردازید. در مقابل هنر حوزه تخیل است، حوزه خلاقیت است، حوزه احساس است که در تضاد با عقلانیت تعریف میشه. اما این به این معنی نیست که این دو حوزه هیچگاه تعامل با هم داشته نمیتونن. اما در مورد چگونگی تعامل حوزه هنر و سیاست دو دیدگاه یا دو گرایش کلان وجود داره. یک گرایش به این معنی است که سیاست و هنر میتونن که هر دو یک رابطه ناگسستنی داشته باشن. میتونین شما هنر سیاسی داشته باشین یا به این معنی که هنرمندا میتونن یک نوع تعهد سیاسی داشته باشن. اما از طرف دیگه هم کسایی هستند که برخلاف از این طرفدار سیاسی شدن هنر یا ای که هنرمند تعهد سیاسی داشته باشند نیستند. مثلا شفیع کدکنی، یک تحولی که در سیر اندیشه شفیع کدکنی شما می‌بینید، در آغاز به شدت طرفدار از این بود که هنر باید سیاسی باشه و بسیاری اوقات وقتی که دیگه هنرمندا و شاعرها هم مثل سپهری را که وقتی قضاوت می‌کرد از یک گرایش خاص سیاسی را قضاوت می‌کرد. اما در این اواخر باز با تحول فکری مواجه شده و به این معنی او میگه که الزاماً وقتی که شما کوشش میکنید که هنر متعهد بسازین یا هنرمند را باید یک تعهد سیاسی برش خلق بکنین، این میتونه منتج به یک نوع توتالیتاریزم شود. به این معنی که شما هر کس تعهد سیاسی را مطابق همو پس زمینه فکری و فرهنگی خود تعریف میکنه و در نتیجه کوشش میکنه که همو برداشت خود را به عنوان تعهد سیاسی بالای دیگر را هم بقبولانه. این باعث نقض آزادی طرفین دیگه و جامعه میشه. به او خاطر هنر نباید که تعهد سیاسی داشته باشه، اما این به معنای سیاسی نبودن هنر نیست. سیاست به معنای گسترده‌ترش از آنچه که در اگر ما در دولت خلاصه نکنیم و امور اداره کشوری، سیاست حوزه تعامل است و سیاست در حقیقت حوزه است که قدرت در اوج اعمال میشه. این قدرت در تمام روابط انسانی وجود دارد، جدا از یک حوزه عمومی باشه یا خصوصی باشه. مثلا بسیاری از گرایش هایی که اکنون وجود دارد مثل پست مدرن ها و فمینیست ها همین گسست میان حوزه عمومی و خصوصی را
میشکنن به هم و میگن قدرت در تمام هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی اعمال میشه. برداشت مشخصا شما چی است؟ این تعامل باید چطور باشد؟ باید هنر به خدمت هنر باشد، به نفع سیاست باشد؟ خب یک برداشت میتونه این باشه که ما از هنر توقع بکنیم که یک تعهد سیاسی داشته باشه، مثلا خصوصا در حال مکنون در انتخابات بعد از ترامپ اکثریت هنرمندان امریکا یک جنب جوش نو دارن و اینکه چگونه هنرمندان میتونن دوباره جامعه را به جوش بیارن. ما بیشتر علاقمند یک نگرش جمهوری خواهانه هستم. جمهوری خواهانه به معنای نظری سیاسیش در برابر لیبرال ها. جمهوری خواه بیشتر به یک اصل معتقد هستند به نام فضیلت مدنی، و در چارچوب فضیلت مدنی شهروندا باید به عنوان کنشگران فعال داخل اجتماع شوند و سهم بگیرند در زندگی اجتماعی و سیاسی. هنر که جزء از جامعه مدنی باشه، یک بخش کلان عزیز که میتونه شهروندا را به طرف فعال شدن گرایش بده. برعکس از اون لیبرال ها زیاد علاقمند از این نیستند. لیبرال ها بیشتر معتقد و هستند که شهروند باید حق محور باشه و اون حقوق خود اعمال بکنه، دعوا و دولت باید از او حفاظت انجام بده. فضیلت مدنی بسیار مهم است، خصوصا در مقطع کنونی که شما هم در مقدمه ذکر کردین. ما در مقطع کنونی داریم از ارزش های جمهوری دفاع میکنیم. باید خلط نکنیم بین نظام جمهوری و دموکراسی و لیبرالیسم. جمهوری بر افزون بر ازی که بر مبنای بعض مکانیزم های مثل انتخابات استوار است، اما فضیلت مدنی یک اصل بنیادی نزوست و هنر میتونه بسیار نقش کلیدی در شکل دادن فضیلت مدنی داشته باشه. تشکر. اجازه بدین که از سنچارکی سب پرسان بکنیم که این تعامل میان هنر و سیاست در داخل افغانستان چگونه بوده؟ مشخصا پس از 2001 چطور تعریف شده این رابطه و به کجا انجامیده؟ بسیار تشکر از شما. همون قسمی که صحبت شد دوستا صحبت کردن و شما هم در مقدمه اشاره کردین، از درازای تاریخ، از گذشته های بسیار دور، از زمانی که موضوع قدرت و سیاست در جامعه حاکم بوده، بین هنر و قدرت و سیاست تعامل وجود داشته و اینا با همدیگر گام به گام به پیش رفتن. همیشه هنر در خدمت قدرت بوده و قدرت هم تلاش کرده که به نحوی و به شکلی هنر را استخدام کنه و در خدمت خود در بیاره. شما نمونه هایش از قدیمترین ایام و از مینه های تاریخی تا کنون میبینین. از این موضوع تاریخی پیچیده و پرفراز و نشیب اگر بگذاریم، در آنچه که شما بیان فرمودین، در دو دهه گذشته پس از آغاز تحولات نوین و مدرن در جامعه افغانستان، در این صورت هم اگرچه قدرت و دولت و حکومت نسبت به جایگاه و مقام و تاثیرگذاری هنر تا حدود بی‌اعتنا و بی‌تفاوت بوده، اما طبعا طیف وسیع هنرمندان، شاعران، ادبا و کسانی که در عرصه‌های مختلف طراحی و رسامی و گرافیک و اشکال مختلف هنری فعال بودند، به شکلی همدلی و همنوایی نشان دادند با روند تحولات جدید سیاسی در افغانستان. کوشش کردند که از روند حاکمیت قانون، از تساوی حقوق شهروندی، از ارزش‌های اخلاقی، از حقوق زنان، از دموکراسی حمایت کنند. هنر به اشکال مختلف تلاش کرده و کوشش کرده. در این دو دهه شما نمونه‌های مختلفی را می‌بینید در تولیدات فرهنگی، در تولیدات هنری، در اشکال مختلف که همه پشتوانه و حامی روند دموکراسی و حاکمیت قانون و حقوق مدنی در جامعه افغانستان بوده. چه شرایط جناب سنچارکی نشان میده که هنر کاملا در خدمت سیاست باقی مانده و ما این را چطور محاسبه کنیم و چطور بتانیم بیان بکنیم که در حال حاضر هنر تانسته طرفی برای به اصطلاح با موقعیت خودش و از موضع خودش در کنار قدرت در افغانستان تعریف شود؟
ببینید دو موضوع را باید از همدیگر تفکیک کنیم. یکی اینکه هنر در خدمت قدرت حاکم است و به استخدام صاحبان قدرت در می آید، و یکی اینکه هنر در خدمت ارزش‌های انسانی و اخلاقی و مدرن است. این دو تا را باید تفکیک کنیم. وقتی من خدمت شما عرض می کنم که هنر در افغانستان همپا و همگام با روند تحولات نوین گام برداشته، به معنا نیست که هنر یا هنرمندان جانبدار حاکمان و ارباب قدرت بوده، نه، از ارزش‌های فرض مثال مندرج در قانون اساسی، از اساساتی که در قانون اساسی آمده حمایت کردند. به این خاطر ما به این هنر، هنر ملتزم یا هنر متعهد، هنری که در واقع میتونه زشتی ها و زیبایی ها را در جامعه نشان بده، روی مشکلات انگشت بگذاره و ارزش ها را برجسته کنه، منظور ما این بود که اینو واقعیت در جامعه ما در دو دهه گذشته وجود داشته. البته خود هنر هم در طیف های وسیع ما گاهی هنر مستهجن داشتیم، گاهی مشکلات زیادی هم در عرصه داشتیم، اما در مجموع کسانی که خلاقیت های هنری و ادبی داشتند دغدغه هایی داشتند که دغدغه هایشان دغدغه های اخلاقی، انسانی و ارزشی بود، از صرف نظر از اینکه اینا جانبداری های سیاسی از این یا آن طیف سیاسی داشتند، اما به صورت عام در جهت تقویت ارزش های مدنی در جامعه حرکت کردند. تشکر. خانم سادات، هنر افغانستان به خودآگاهی سیاسی رسیده؟ تشکر. به نام خدا. به اجازه استاد صدر و آقای سنجارکی که برایشان آرزوی تندرستی دارم و همه دوستای گرامی که جا حضور دارن سلام تقدیم میکنم. اجازه بده من یک اشاره کوتاهی به سوال اولتان داشته باشم. ببینیم، بین تاثیر دوسویه هنر و سیاست و هم قسم سیاست بر هنر و هنر سیاسی یک تفاوت بسیار زیاد وجود داره. شما اگر به تاریخچه هنر و سیاست مراجعه کنیم، از به دو پیدایش هنر در الفبای ابتدایی هنر حامی پیام اساطیری و قدرت بود. از آغاز شکل‌های تصویری به شکل منقوش، نقاشی، پیکر تراشی و انواع اینها به نوع حامی پیام‌های قدرتمندها و دولت‌ها یا حاکمای دوره‌های مختلف بود که هم یک بخش جدا، بخش سیاست، چون سیاست به مفهوم کلیش مفهوم وسیع‌تری از حلقه حکومت‌ها داره که در قالب نهادها و افراد متفاوت هم میتونه سیاست تعریف شود، و بیشتر هنر به عنوان ابزار در ابتدا به عنوان ابزار نرم برای رساندن پیام دولت‌ها استفاده می‌شد. به عنوان مثال اگه بیایم مشخصاً سر هنر سینما صحبت کنیم، خود هنر سینما آغازگر هنر سیاسی با رویکرد مدرن بود. یعنی زایش هنر سینما در زمان روسیه انقلابی که به شدت دوران انقلابی روسیه و سلطه‌جویی روسیه بود زاده شد، و همینطور در خود آلمان در حالت آلمان فاشیست تولیدات از او به اوج خود رسید و هنر سینما از او طریق عمومی و همرسانی شد. اما یک مسیر و سر تحول زیاد در خود داشت، رابطه دوسویه دولت ها و سینما که تا امروز رویکرد بسیاری از کشورها، مخصوصا دولت‌های مدرن و دولت‌های پیشرفته، دولت‌های به اصطلاح جهان اول، هنوز از هنرها به عنوان حامی پیام‌های قدرت در برای تبارز توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی، حتی توسعه نظامی استفاده میکنن. شما اگر در بسیاری از سالن‌های نمایشگاه‌هایی که در کشورهای مختلف دارن یا فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته میشه، در سینمای پیشرفته، در سینمای کره جنوبی یا در فرانسه، شما به یک نحو میبینیم که دستگاه‌های استخباراتی، دستگاه‌های نظامی چه قسم از طریق هنر فیلم و سینما تعریف میشه و بر مردم رسانده میشه. به هر حال خود سیاسی شدن هنر
از طریق حاکما و دولت‌ها بسیار هوشمندانه در کشورهای دیگه مورد استفاده قرار می‌گیره. و بحث سیاسی شدن هنر که بیشتر برمیگرده به جامعه هنرمندا، چیزی که آقای سنجارکی فرمودن که آیا هنر به عنوان رسالت اجتماعی عمل میکنه، به عنوان یک منتقد اجتماعی، حامی پیام‌های ارزشی زندگی اجتماعی هست و به عنوان یک به اصطلاح برای ارتقای فکر و اندیشه مردم مخصوصا در جامعه مثل ما عمل میکنه یا در خدمت سیاستمدارا و قدرت هست. که در اینجا من فکر کنم بستگی به نوع نگاه مخصوصا دولت های مثل ما در افغانستان داره که نگاهشان و تعریفشان از هنر چیست در افغانستان. من فکر کنم در اینجا دو بس وجود داره، یکی که هنر به عنوان فرایند کلی و محصول زندگی اجتماعی آدم ها زندگی اجتماعی امروزی میپندارن، یا اینکه هنر به عنوان یک پدیده لوکس، مدرن، تزئینی و به نحو تفننی به عنوان بخشی از زندگی میدانند که بیشتری تعریف دوم در افغانستان دارن و متاسفانه نه تنها حکومت، حتی کسایی که به عنوان حامی افغانستان به طول 20 سال در افغانستان سرمایه گذاری کردن و برای جامعه نوپای دموکراسی ما در بخش‌های مختلف حامی مالی بودن، حتی دوستای خارجی ما بیشتر این نوع تعریف دوم در افغانستان دارن. شما وقتی بحث هنر و فرهنگ همیشه در هر جا داشته باشین میگن هنر و فرهنگ بعد از اقتصاد و امنیت، اما این دقیق در کشورهای خودشان تعریف اول داره که به عنوان احتمالاً اونها این مراحل گذرانده باشن. و حالا ما تا امروز هم بله، ما تا امروز هم اگر ببینیم مثلا در فرانسه سالانه یک بودجه بسیار وسیع، امکانات بسیار وسیع برای تولیدات فیلم های فرانسوی دارن، برای اینکه اینا میخوان یک بدیل خوب برای هالیوود داشته باشن، برای انبوی از تولیدات که از کشورهای مختلف میآیه، با هنرهای مختلف هم تو به نقاشی، برای موسیقی، به تمام از اینا. توسعه فرهنگی و حفظ ارزش های اجتماعی و پیشرفت در روابط اجتماعی آدم ها جز برنامه های اساسی دولت های دیگه هست. اینی تعریف در کشورهای خودشان در قدم اول در اولویت قرار داره، اما در افغانستان متاسفانه تعریف دومش در ترجیح میده. خب ما بیشتر تمرکز ما روی رابطه سیاست و هنر است. مشخصا بحث حاکمیت میگذاریم کنار، سوال اینجاست که باید هنرمندا خودشون به خودآگاهی سیاسی برسند تا اینکه بتونن این فرآینده به گونه‌ای که باید مؤثر باشه با این ده هنر تعریف بکنن، یا فکر میکنین در این میان این رابطه هرگز تعریف نشده، باز نشده؟ طبیعتاً چه هنر و چه سیاست و یا مسائلی که میتونه ارتباط داشته باشه به زندگی جامعه انسانی، همگی دنبالی هستن که بتونن شرایط را آماده بسازن تا اینکه جامعه به گونه به شکل ایدئال مناسب و انسانی تعریف شود. در داخل افغانستان آیا سوال می است که هنرمندها مسئولیت دارن که باید خودشان به اون خودآگاهی سیاسی برسانند ضمن اینکه سیاست زده نشوند؟ آیا باید این راه برشان، این مسیر برشان توسط حاکمان قدرت هموار شود؟ یا اینکه آیا شما در اینطور یک شرایط فکر میکنین اصلا حاکمان امروز و سیاستمداران امروز تعهد به رسیدن به یک زندگی انسانی تر ندارن؟ ببینید، من بازم تاکید میکنم که خود تعریف هنر سیاسی کاملا که شما آیا متأثر از کدام حال و هوای سیاسی در حوزه کار هنری هستین کاملا متفاوت است با چیزی که در عملا در رابطه دولت ها با هنر وجود داره. تجربه شما چی میگه؟ من بیشتر بر آن چیزی که در تاریخ تجربه شده، بیشتر رابطه بین هنر بیشتر تا اینکه در مفهوم عمومی رابطه با سیاست باشه، تاثیرپذیری هنر از سیاست با رویکرد دولت ها بوده.
در افغانستان من قسمی که پیشتر گفتم شرایط در طول 20 سال اخیر که به هر حال احساس میشد که شاید زمینه‌های فراهم شوه برای توسعه فرهنگی توجه شوه، برای هنرمندا توجه شوه و جزء اولویت‌ها و نیازهای اولی جامعه باشه. شما وقتی از یک جامعه که از فقر اقتصادی بیداد میکنه صحبت میکنیم، از بنیادگرایی و تعصب صحبت میکنیم، توسعه فرهنگی جز نیازهای ابتدایی او جامعه به شمرده میشه، اما یه همیشه در حاشیه وجود داشته. من فکر میکنم بیشتر شناخت و شناخت کمتر نسبت به هنر و فرهنگ، شناخت از تاثیرپذیری هنر و فرهنگ و مسئله دیگه خود معمولا اتفاقایی که بی 20 سال اخیر در افغانستان افتاده، کمتر خود افغانا دخیل در برنامه ها و برنامه سازی ها و پروژه های انکشافی بودن، بیشتر خارجی ها دخیل بودن و بر از اونا در کشور مثل افغانستان همیشه پیامشانی بوده که در اولویت بر ما مسئله فقر و مسئله امنیت است. و می قسم شما در ابعاد مختلف اجتماعی که ببینیم، ما بر فعلا دوچار به شدت دوچار یک بحران فرهنگی هستیم از هر لحاظ، چی از لحاظ روابط اجتماعی، خود ساختارها به شدت متاثر است. شما از نهادهای اکادمیک و تحصیلی شروع، از نصاب درسی مکاتب شروع، از روابط عادی اجتماعی در داخل کار، کوچه، بازار، همه چیز، ما دچار واقعا به شدت دچار یک بحران هویتی و گاهگاه اخلاقی هستیم که در این وضعیت فرهنگ و هنر تاثیر بسیار بزرگ داره و ای که دولت ها باید به او توجه کنن. ما نمونه هایی که ما در افغانستان داریم در دهه 50 و 60 به دلیلی که او زمان بیشتر متاثر از دولت روسیه بود افغانستان و روسیه او وقت سرمایه گذاری های بسیار زیاد در قسمت سینما داشتن و هم تو هنرهای مختلف و این سر حکومت افغانستان هم تاثیر گذاشت. شما اگر آرشیف سینمای افغانستان رو ببینیم، بهترین فیلم های سینمای سال در اون زمان تولید شده. این بیشتر از تاثیرپذیری های سیاسی حکومت های مختلف بر خود حکومت افغانستان هست که تشکر. من جوابم تا حدود گرفتم. چون دکتر سب صدر، هنر در داخل افغانستان چالش های مختلفی داره. سیاست برای آینده هنر افغانستان یک چالشه یا میتونه یک راه حل باشه؟ تفاوت هایی که ما از گفته های سنچارکیس از گفته های خانم سادات دریافتیم این است که ما در درون انبوه از مشکلات نمیتونیم به وضاحت رابطه این دور آنچنان که باید خوب تعریف کنیم. خب بدون شک هنر در ذات خود یک امر سیاسی است. منظور ما از امر سیاسی چه فراتر از ساختار دولت است و حال اگر ما در یک جامعه زندگی میکنیم که هم از نگاه زیرساختهای فرهنگی فرو پاشیده است، دچار یک نوع بحران هویتی است، دچار یک نوع بحران جهانبینی است، بدون شک هنر از این روان متاثر بوده میتونه. حالی که هنرمند چگونه میتونه؟ سوال قبلی تان همین بود که آیا این مسئولیت هنرمند است که تعهد خود انجام بده یا ای که ساختارهای سیاسی مثل دولتی کار بکنه؟ به باور من الزاماً مسئولیت یک هنرمند است که چنین کار را بکنه. مثلا شو وقتی که از نمونه های مثل جان لیلن که در دهه 60 وقتی که علیه جنگ ویتنام اعتراض میکنه، آهنگ معروف داره که Imagine There Is No Heaven و بسیاری از آهنگ های دیگه که به خاطر ضد جنگ و طرفداری صلح است و خود از او بنوان یک کسانی که میخواین که حوزه هنر را با حوزه اکتیویسم و یا فعالیت های سیاسی بیامیزن، این میشه آرتفیزم، آرت پلس اکتیویسم، آرتفیزم. یک ژانر است که بسیار زیاد پیام سیاسی داره و خب در این مسیر شما مثال های دیگه هم داریم. مثلا دو مثال دیگه که من از هند و بنگلادش بر شما بتونم. یک نقاش معروف است در هندوستان به نام راجا روی ورما که در سده 19 زندگی میکرده و در خانواده اشرافی تولد شده بود. میره هنر را در اروپا میاموزه، دوباره وقت که این میاد تمام نقاشی هندوستان را انقلابی میسازه. مثلا یکی از کارهای از اوی است که تمام اساطیری که در گذشته در
فرهنگ هند است، او را در قالب نقاشی باستاب میده و بر اولین بار خداهای ادیان هندویی را در تجسم انسان ظاهر میسازند. کارهای دیگه از اون مثلا نیست که هویت که از هند تعریف میشه یک هویت خاص را در قالب نقاشی خود باستاب میده. مثلا نقاشی های از او بیشتر زنان را که اشرافی بودن و از کاست بلند بودن باستاب داده و در این زمان خواسته که یک نوع پان اندین ایدنتیتی یا هویت کلی هند را با در نظر داشت تفاوت هایی که وجود داشته ایره شکل داده. هنر و سیاست هر دو کماکان قدرتشان از مردم میگیرن، منتها بر روش های مختلفه. آیا ما باید هنر برای هنر توصیف کنیم، تعریف کنیم و برش جایگاه بدیم؟ آیا باید هنر در خدمت سیاست باقی بماند؟ و تعریفی که جناب صدر دارن، سیاست مدارا تعریف از قبل تعیین شده و سقف بسیار مشخصی برای هنر مد نظرشان هست. آیا باید رابطه هنر و سیاست به عنوان دو طرف تاثیرگذار و مؤثر برای جامعه به صورت موازی محاسبه کنیم، یا یک چیز غیر ممکنه که چطور میتونه وجود نداشته باشه که سیاست در خدمت هنر باشد؟ با آنچه که امروز در جهان حاکم است از او میگذاریم، با همون قسمی که شما بیشتر اشاره کردین، جامعه خود ما افغانستان را در نظر میگیریم. ببینید، اشاره شد، هم خانم سادات و هم آقای صدر اشاره کردن مشکلات بسیار پیچیده و چالش های عمیقی که در برابر هنرمندان وجود دارد در افغانستان. اولا متاسفانه هنرمندان ما با مشکلات جدی نان و زندگی مواجه هستند. امروز شما میبینید که طیف وسیعی از هنرمندان ما یا به اینجاها کار میکنن یا به دفاتر دیگه کار میکنن یا به خاطر حل مشکلات زندگیشان به ادارات میرن و یا با ارباب قدرت هستند. و بسیاری از هنرمندان ما فقط بزمهایی را به وجود میارن که سرگرم کننده ارباب قدرت باشه. و از جانب دیگه ما به جهت عدم فراغت هایی که هنرمندان ما داره گاه بیشتر مصرف کننده هستیم، نه تولید کننده. خلاقیت های هنری و ادبی ما بسیار اندک است. در جانب حکومت و نهادهای حکومتی متاسفانه در این دو دهه اخیر، همون قسمی که پیشتر اشاره کردم، نه تنها سرمایه گذاری نشد بلکه کدام استراتژی روشن و مشخصی در عرصه فرهنگ و هنر هم وجود نداشت. ما نهادهای هنری و فرهنگی ما، خود شما شاهد بودیم که چه ریاست موسیقی ما، چه ریاست افغان فیلم ما چقدر تولیدات داشتند در دو دهه اخیر. ما هنوزم رادیو تلویزیون ملی ما مصرف کننده فراورده های هنری دوران پیش از دو دهه هستند و در دو دهه اخیر ما کمتر مولد بودیم و تولیدات داشتیم. و این مشکلات سبب از این شده که اگرچه سکتور خصوصی کارهای خوبی داشتن با همه مشکلاتی که داشتن، با همه کمبودهایی که داشتن، مثلا شما ببینید که وقتی خانم رویا سادات با فیلم نامه به رئیس جمهور پیامی را به جامعه تزریق میکنه، آگاهی را میاره که خیلی ها نهادهای دیگه نمیتونن این کار رو بکنن. همین قسم ما تک و توک در سکتور خصوصی مسائلی داشتیم، ولی واقعیت قضیه است که در جامعه مثل افغانستان که سطح فرهنگی جامعه بسیار نازل است، آگاهی های جامعه بسیار پایین است و تأثیر هنر سینما و هنر رسامی و نقاشی و امثال اینا گرافیک فوق‌العاده تأثیر دارد، چون بصری است، مردم میبینند. در این عرصه ها متاسفانه سرمایه‌گذاری اندک شده. تولیدات سینمایی ما، سریال ما، پارچه های تمثیلی ما و در عرصه های مختلف بسیار محدود بوده و هنوز هم میبینید که رسانه های
تصویری ما مصرف کننده فرآوردهای هنری کشورهای منطقه و همسایه هستم. ما مسائل این که آیا هنر با سیاست چی رابطه داره و هنری باید متحد و ملتزم باشه، هنر برای هنر باشه، شعر برای شعر باشه و سریال برای سریال باشه، این مسائل در افغانستان فکر میکنم منوز مجال بحثی نظری مشخصی نداره. ما فعلا در یک وضعیتی هستیم که صفها از لحاظ بود و نبود زندگی، حیات و بقا، مرگ و زندگی مطرح است. ما باید امروز حکومت، دولت، جامعه مدنی، نهادهای هنری، همه ما باید به خاطر نجات زندگی و حیات خود و آزادی‌های اساسی خود باید در یک صف قرار بگیریم. حکومت باید سرمایه گذاری و التفات و توجه عمیق و گسترده بالای هنرمندان و مولدان فکر فرهنگ داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه شما ببینید امروز ما دارای یک آیدئولوژی مشخص، یعنی منظورم آیدئولوژی که فعلا در وضع موجود ما هست ما نیستیم. طالبان یک آیدئولوژی دارن، یک تفکر دارن، یک خطوط فکری مشخص دارن. خطوط فکری جانب ما بسیار آشفته است، بسیار گسسته است. ما در حالی که 99% بیشتر جامعه ما مسلمان است، ما یک قرائت نو مدرن و امروزین از دین نداریم. بسیار متضاد و متفرق و پراکنده برداشت هایی داریم. از این جهت در این عرصه ها که تهدابی مشکلات کنونی فعلی محسوب میشه، ما سرمایه گذاری کمتر داشتیم. ما باید مجال نتیم به جریان های افراطی و تندرو که اونا بیاین برداشت خاص خود از هنر داشته باشن، از موسیقی داشته باشن، از اشکال مختلف هنر داشته باشن. ما باید بیایم در این عرصه در بستر ارزش های دینی و اعتقادی خود تولیدات نو و مدرن هنری داشته باشیم تا پیام های وسیع آگاهی را در جامعه تزریق کنیم. از این جهت این مسائل بسیار مهم است. من فکر میکنم، من شخصا معتقد هستم که هنر باید یک در خدمت ارزش های مدنی و به گفته جناب صدر فضیلت های مدنی باشه، متحد باشه و بتانه روی زشتی ها انگشت بگذاره و زشتی ها را به زیبایی نشان بده، چنان که زیبایی ها را هم دلپذیر هنر نشان میده و باعث منتقد اجتماعی عمل بکنه. و به این خاطر خودی باز منوط به این میشه که هنرمند تا چه اندازه متکی به خود باشه، تا چه اندازه مستقل باشه، تا چه اندازه بتانه از احتیاج در واقع نجات پیدا بکنه. اینا مشکلات عدیده است که بر سر راه هنر و هنرمندان وجود داره. باید یک صدای بلند وجود داشته باشه تا هم دولت و سیاستمداران به اهمیت بنیادین و زیربنایی و اساسی هنر توجه کنند و هنرمندان ما هم باید رسالت خود در این مقطع حساس تاریخی انجام بدن. خانم سادات، شما به عنوان یک هنرمند مستقل، آگاه و فعال در طول مدت زمان، برداشت شما از آینده افغانستان بعد از گفتگوهای صلح، آینده هنر افغانستان بعد از گفتگوهای صلح چه تصویری داره؟ ما به اجازهتان بازم یک اشاره کوتاه به سوال قبلی میپردازم. بخاطر اینکه زمان بسیار کم داریم، من خودم دو سه سوال دارم و اونا رو نگه داشتم، ولی علاقه دارم که بپردازیم به موضوعاتی که بتونیم در نهایت چند مسئله را ما مطرح کرده باشیم. من میخوایم بگم یک اشاره کوتاهی به بحث بیشتر شما دارم که استاد صدرم به او پرداختن. اصلا در افغانستان این می رابطه سیاست به هنر و هنر در سیاست یا رابطه حکومت دولت ها بر هنر، هیچ این می رابطه شکل نگرفته. به این خاطر ما در بحث ما فکر کنم نمونه ها مثال و مثال های زنده نداریم. مخصوصا ما یک دوری بسیار کوتاه در دهه 50 و 60 تاثیر سینمای روسیه داشتیم که بسیار محدود فیلم های متاثر از دوری کمونیستی تولید شد و بیشتر فیلم های اجتماعی بود. ما بهترین فیلم های مثلا رومانس عاشقانه در زمان دهه 50 و 60 داریم که زیاد متاثر از حکومت او وقت نبود، یعنی به نحو هنرمندان تانستن اون مسیر خور سمت سو بدن. اصلا اینمی رابطه
شکل نگرفته. هنر به عنوان یک ابزار مهم برای حکومت‌های ما مورد شناسایی قرار نگرفت و به اون نپرداختن. بنان هیچگاه این رابطه دوسویه وجود نداشت که ما سر از او صحبت کنه. و یک پیشتر پرسان کردن چی باید کنن. برای اینکه ما در این گفتگوها باید در نهایت به نتیجه عملی اگر نمیرسیم حداقل هم مجراهای از این جستجو کنیم. ما فکر کنم در افغانستان بسیار مهم است که هنر ساختارمند بسازن. در قدم اول تاثیرپذیری و نیاز از او به عنوان اولویت های اجتماعی بپذیرن. شما ببینید ممکن صدها مدرسه غیرقانونی شما در افغانستان داشته باشیم. همونطور مساجد، همون قسم نهادهای مختلفی که برای تدریس و اینا میپردازن جدا از مدرسه، مکتبای خصوصی و انواع از اینا که یک تعداد زیادی به عنوان نهادهای آموزشی غیرقانونی شناسایی شد. اما شما به طول این سالها برای از اینکه یک پلان و برنامه دقیق حکومت در قبال فرهنگ و هنر نداشت، شما به انبوهی از بلند منزلا و مکانها سر میخورین که یک سالون سینما، یک مکان تفریح، یک مکان فرهنگی وجود نداره. یعنی شما برای نسل نو و برای جامعه امروز خود بدیل در مقابل انواع تولیدات وارداتی که از طریق هنر هست در مقابل از در داخل جامعه نداریم. اگر هنر به عنوان رسالت اجتماعی ببینیم هم در او جایگاه نداره در جامعه ما، اگر به عنوان یک تفنن هم ببینیم هیچ جایگاه در داخل جامعه ما نداره. بنابراین در قدم اول بسیار مهم است که هنر نظاممند بسازن، ساختارمند بسازن در داخل جامعه. این بسیار راه‌های آسان داره. نمونه‌های بسیار زیادی در کشورهای مختلف وجود داره. شما مثلا در ایران، ما از بسیاری از فیلمسازا میشنوم میگن که کافی است که شما در یک فیلم پیشرفت‌های تکنولوژی که در سطح شهر شما می‌بینید، مثلا خط مترو یا انواع چیزا رو در یک فیلم نشان بدیم. مثلا هیچ روی یک مسئله سیاسی نمی‌پردازن، اما سر از او فیلم سرمایه‌گذاری میشه. یا در آمریکا شما کافی است که یک بخشی از قدرت استخباراتی یا نظامی از رو در یک فیلم نشان بدیم. انواع امکانات به اختیار شما قرار میدن. یا مثلا در فرانسه، پرداختن به تاریخچه فرهنگ و هنر فرانسه در فیلم ها، در ادبیاتشان، نو رفتار اجتماعیشان از مسائلی است که دولت ها مستقیم سر از سرمایه گذاری میکنن. بنابراین این یک نگاهی هوشمندانه، زیرکانه برای آینده فرهنگ و هنر از طرف دولت ها است که این باید وقتی ما ابزار بیان نزد هنرمند است و زمینه در پیش در نزد حکومت است. به این خاطر رابطه دوسویه در هر صورت باید شکل بگیره. و سوالی که شما یک بار دیگه پرسان کنم، ببینید گفتگوهای سوال وجود داره. دو طرف مذاکره کننده، دو طرف سیاسی مذاکره کننده با هم دیگر دارن صحبت میکنن. چنانچه سنچارکی سب گفتن، تعریف طالبان از هنر کاملا مشخصه. دولت هم خب با این برداشتی که من از گفتگوی امروز دارم، نظاممند و ساختارمند در مورد آینده هنر کدام طرح و پلان را پیش نکده. آینده هنر افغانستان بعد از گفتگوی سول چگونه خواهد بود؟ ما اتفاقا نگرانی ما بیشتر از این که از طرف طالبان باشه، نگاهی بسیار سطحی دولت ما نسبت به هنر در افغانستان هست. شما اگر زیربناها و ساختارهای مستحکم بطولی چند سال می داشتیم، این دغدغه به این پیمانه که برای فعلا وجود داره شاید وجود نمی داشت. ما در مقابل کشوری که به قسمی که پیشتر آقای سنجارکی صاحب هم گفتن، در من فکر می کنم 99% مسلمان هست در افغانستان. این دقیق نمیفهم، اگر اشتباه گفتم معذرت میخوام. در برابر از این ما قانون اساسی داریم. بسیاری از شرایط و ضوابط در او تعریف شده. خود مسئله هنر و فرهنگ، خود موضوع تجدد حتی در دین، در اسلام، نگرش جدید به زندگی که یکی از پیام ها و دستاورت های هنر میتونه باشه، این از مسائلی است که هم به شدت انسانی و اسلامی می باشه. شما اگر این زیربناها رو بسیار مستحکم در طول چند سال می داشتیم، ما فکر کنم جای نگرانی باقی نمیماد که آیا ما در مقابل ما بسیاری از مسائل میگم، حتی موضوع مثل حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، آزادی رسانه ها، مجموعه از کارهای فرهنگی و هنری، اینا به عنوان یک
پیش فرض یک روز دو روزه نیست که ما به عنوان یک سوال در مقابل طالب مطرح کنیم که آیا با آمدن طالبا اینا دوباره اتفاق میفته یا به صورت از اینا چیده میشه. مثل تجربه‌ای که ما داریم در 5 سال حکومت طالبا، تنها یک سینما در شهر ایراد بود که با آمدنشان تخریب شد و به جای از اون فکر کنم یک مسجد ساخته شد. و بعد از حکومت طالبا چی اتفاق افتاد؟ در کنار مسجد یک دفتر حکومتی ساخته شد. یعنی شما حکومت عمل کرده بسیار متفاوت نسبت به طالب نداشت. بیشتر به این برمیگرده که خود استقامت، پاسخ و نگاه حکومت ما در حال حاضر در مقابل بسیاری از ارزش ها در میز معامله با طالب چیست؟ جامعه بخواهیم یا نخواهیم، جامعه ما جامعه در حال تغییر است. نسلی که امروز وجود داره با هنر، با ادبیات، با تحصیل، با نگرش به شدت متفاوت نسبت به و حتی جهانبینیشان فرق داره با نسل قبلی. و اینا کسایی هستند که هر قدر که شما دروازه‌ها رو از اونا بسته کنیم، راه های ارتباط خود با دنیای بیرون پیدا میکنن. به عنوان مثال شما وقتی همیشه نگرانی از فرهنگ بیرون که یکی از بحث‌هایی است که طالبان دارن، نگرانی از تهاجم فرهنگ بیگانه دارن. مثلا همیشه بحث روی پخش سریال های مختلف از طریق تلویزیون ها هست، برای از اینکه در کنار یک هنر یک رسالت داره، تأثیرات روی روانی از او از حوزه زیبایی شناسانه از او برمیگرده. در او درامه ها چیست؟ زیبایی است که جوانای ما سمت از او گرایش پیدا میکنن. ما باید دنبال بدیل و جایگزین خوب برای او زیبایی داشته باشیم تا بتانیم به سمت خود بکشانیم و ایجاد این زمینه و پیدا کردن این بدیل خوب مسئولیت برمیگرده هم به خود هنرمند و هم به حکومت. ما نگرانی بیشتر نگرانی ما از عملکرد طالبان بعد از آمدنشان در کنار حکومت نیست، بلکه از تعهد خود حکومت در مقابل ارزش ها هست. بسیار تشکر. چون دکتر صاحب، چه نهادهای، چه سازمانهای، چه ارگانهای وظیفه دارند در داخل افغانستان به نظر شما به عنوان یک فعال اجتماعی که بتونن این زمینه رو فراهم بسازن تا دغدغه های اصلی فرارای هنر بتونه به عنوان دغدغه های بنیادی مطرح بشه، چه برای دولت که ثبات بسیار محکمی در تعاریف متعددی که شما داشتین درباره هنر نداشته، چه درباره در برابر گروه طالبان که پشت میز مذاکره هستن؟ در یک جامعه که همه امیدها به یأس ها مبدل شده، تقریبا تمام توقعات از نهاد دولت میره. این به عنوان یک اصل مطرح نمیکنم، بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی آنچه در جامعه وجود داره. اما این را میدانیم که هنر یک بخش از جامعه مدنی هسته و برای مبنا مسئولیت اولیه به شهروندان برمیگرده که اینا چگونه میتونن در قالب نهادهای مدنی به انسجام هنر بپردازن. خب واضح است که ما دولت را به عنوان نهادی که تنظیم کننده امور اجتماعی است، اداره کننده است، پالیسی ساز است، او باید یک سری راهکارها و راهبردهای کلان را پیش روی ما بگذارد. اما آنچه که برمیگرده به اینکه چطور میتونیم هنر را به عرصه تعالیش بیاریم یا هنر همون مسئولیت خود هنری خود انجام بده، این دوباره مسئولیت خود هنرمند است و اجتماع است. این مسئله یک رابطه دو جانبه دوباره بالای نظم سیاسی هم داره. مثلا جامعه دموکراتیک جامعه است که بر مبنای فعالیت های مدنی فعال شهروندان شکل میگیره. در یک جامعه که شهروندان کرخت باشن، هیچ نوع فعالیت نداشته باشن، چگونه شما توقع دارین که نظم سیاسی بر مبنای دموکراسی شکل بگیره؟ ممکن نیست. انجمنها، سازمانهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی، اینا همشان به عنوان یک زنجیره هستند که جامعه مدنی را شکل میدن. و جامعه مدنی نه تنها شکل دهنده یک جهان بینی کلان بر اجتماع است، بلکه حتی میتونه که قدرت دولت را که اگر معطوف به فساد باشه او را هم کنترل بکنه، و اگر دموکراتیک نیست او را دموکراتیک هم بسازه. خب این حالا چطور خیلی میتونیم در یک جامعه که با چونین یک نوع فروپاشی همه جانبه روبرو است هنرمندان را چطور میتونیم که انسجام بدیم و شکل بدیم؟ یک کار خیلی مشکل خواهد بود که
هنرمند را که در یک بستر لازم برش وجود نداره، برای هنر یک بستر لازم هم شما نیاز دارین که هنرمند بیاید با در نظر داشت از او کارهای خود انجام بده. من فکر میکنم که یک دوره بسیار مشکل است که ما از او گذار میکنیم. نیازمندی اول ما واضح است که ثبات سیاسی است، که ثبات سیاسی بستر را به خاطر آرامش فکری و فعالیت های مدنی ایجاد بکنه. منازعه، تداوم منازعه خودش یک مانع بسیار کلانه است که هنر نمیتونه به تعالیش برسه و هنرمند نمیتونه مسئولیت هنری خود انجام بده. پایان منازعه یک گام اول است. دوم، ایجاد یک دولت دموکراتیک و جمهوری که بر مبنای ارزش های کثرت‌گرا استوار باشه، به خاطر که هنر بدون کثرت‌گرایی ممکن نیست. شما فرض بکنید که حتی ما به ثبات سیاسی برسیم، اما اگر قرار باشه که دولت را داشته باشیم که دگماتیک است، یا از نگاه مذهبی یا از نگاه هویت‌های قومی، هر نوع فعالیت هنری را مانع میشن. اونا به او خاطر نفس ماهیت نظم سیاسی و سازمان دولت هم مهم است. سازمان دولت باید کثرت‌گرا، جمهوری و دموکراتیک باشه. بدون از اون نمیدونیم. و در قدم سوم، باز اگر ما تانستیم در این دو مرحله موفقانه انجام بدیم، برمیگرده به این که چطور میتونه خود جامعه هنری و عنوان یک بخش از جامعه مدنی انسجام خود شکل بده، آنچنان که من قبلا اشاره کردم، تا اینکه که بتونن به کارهای هنری بپردازن. تشکر. میدونم که در حوزه سیاسی آنچه خودتان گفتین، تعریف جامعه سیاسی و سیاستمداران از هنر کاملا مشخصه، سقف برش تعیین شده، نگاه احتمالا یک نگاه کاملا تفریحی است و فکر میکنین که این نگاه سازمان یافته وجود داره یا نه یک عقبه کاملا تاریخی اجتماعی داره؟ و دلیل این که اگر سازمان یافته باشد، اینطور استنباط میشه که سیاسیون اجازه نمیدن برای شکلگیری انسجام هنرمندان، به دلیل اینکه هنرمند هم میآفرینه، دغدغه را میآفرینه، میتونه او را بازتاب بده، مخاطب داره. یا اینکه فکر میکنین یک دیدگاه ایدئولوژیک دارن برای اون حتی سیاسیون افغانستان؟ سیاسیون افغانستان در مقطع کنید در چند دسته میه. یک دسته سیاسیون است که هیچ نوع پیوند معنادار با بستر فرهنگی جامعه افغانستان نداره. اینا از یک جای جامعه دیگه پرتاب شدن. مثلا هیچگاه اینا شاهنامه نخواندن، هیچگاه با هنر میناتوری یا خطاطی یا هر آن چیزی که موسیقی افغانستان حس تعلق حساسی ندارن. پس شما چطور از این دسته سیاستمدار توقع میکنید که مسئولیتش در قبال هنر انجام بده؟ یک، خب به این دلیل که اونا از هر جامعه که پرتاب شده باشن، احتمالا اون جامعه باز یک بافت فرهنگی و هنری بسیار تعریف شده ای داشته. اما وقتی که اونا از یک بافت فرهنگی متفاوت میان داخل این اجتماع، با یک بحران ارزشی و هنجاری و هویتی سر دوچار میشن. خاطر شما موسیقی محلی افغانستان هیچگاه به گوش از اونا یک چیز خوش آواز نیست. اما به عنوان موسیقی میتونن رشد بدن، زمین سازی بکنن تا اینکه یک چیز که به گوششان آشنا باشه به عنوان موسیقی وجود داشته باشه. خب این حال یک ویژگی دیگه هم وجود داره که مانع چون این چیز میشه که شما میگین. یک کتله از سیاست مدارا طبقه اشرافیت برجوه هستن. دغدغه از اونا تجارت بوده، دغدغه از اونا ثروت بوده، دغدغهشان کارهای غیر هنری بوده. و وقتی به هنر پرداختن، به عنوان یک امر تفننی پرداختن، نه به عنوان یک امر هنری. به او خاطر خب بازم که یکی خو سیاستمدار است که پیوند ریشه‌ای با ایش آمده نداره، دومی که یک طبقه اشرافیت برجو هستند، سومین دسته سیاستمدارای افغانستان برمیگرده از سیاستمدارای هستند که با ذهنیت روستایی، با ذهنیت قبیله‌ای و با یک ذهنیت مدرسه‌ای، متأسفانه مدرسه‌ای که ایدئولوژیک شده، با او آمدند. به او خاطر خواندن آواز توسط یک بانو یا یک نقاشی که شاید برهنه باشه به اونا معنا نداره و اونا یک امر نجس است که باید از جامعه از او پاکاری شوه بر مبنای روایت های دینی. آنچه که اینال در بین از این سه کتگوری سیاستمدار ما خلا داریم، سیاستمدار است که با اونمو آگاهی که شما قبلا گفتین رسیده باشه، آگاهی که ناشی از بستر تمدنی ما باشه. چند فیصد ما مثلا خوبی برمیگرده به اون کیفیت اجتماع، چند فیصد از جامعه ما با ریشه های تمدنی خود ما دوباره پیوند برقرار میکنیم جدا از اینکه سیاستمدار ما چگونه است؟ مثلا در مدرسه 40 سال پیش افغانستان خواجه حافظ خوانده میشد یا فردوسی خوانده میشد در یک انستیتوشن مدرسه، نه در حوزه خانواده. اکنون نیسته، درست؟ ما امروز چند نفر ما علاقه داریم ای که مثلا
بریم به تماشای یک نمایشنامه، یک نمایشگاه عکاسی یا مثلا نقاشی. اولویت و دغدغه اساسی ما نیست، دغدغه اساسی ما چیزهای دیگه است. خب یک چرا به این چنین چیز رسیدیم؟ عواملش مختلف بوده. یکی خب منازعه متداوم است که این منازعه هیچگاه فرصت و مجال از این نداده که به ما از نیازهای اولیه انسانی ما که او امنیت بوده یا غذا بوده از او بگذاریم به نیازهای دیگه برسیم. دومی که بعد از سالهای 1380 یک نوع شما تاثیرات نظم کپیتالیسم هم میبینین. شما نظم کپیتالیسم دیگه او ذائقه هنری را از بین میبره. مثلا چیزی که مثلا والتر بلجامین میگه در هنر یک ویژگی خاص است. او ویژگی به نام اهورا است. او اصالت یا شکوه هنری. وقتی که در نظام کپیتالیسم هنر میای باز تولید میشه و باز تولید مکانیکی میشه، او شکوه هنری دوباره وجود نداره دیگه. او شکوه از بین رفته است. اکنون ما هم ما در جامعه که مثلا شهرهای کلان دیگه نیاز به سینما رفتن نیست، به خاطر از اینکه فیلم ها اکنون قابل دسترس است و این فیلم ها وافر هستند. شما چه فیلم داخلی باشه یا از فرهنگ دیگه باشه، و بدون از اینکه ما مثلا کیفیت هنری فیلم را قضاوت بکنیم و تماشایش میپردازیم. درست؟ درست. سوال اگر داشته باشین. بزرگترین دستاورد در این زمان طالبان از بین رفت و با آمدن صلح و باز هم گروه طالبان، شما چی فکر میکنید که باز هم هنرمند و هنر دستاوردشان از بین نخواهد رفت؟ و دیگه ای که ما شاهد بودیم که در مساقله یکی از ولایت ها کسی با شنیدن آهنگ هندی چی میشه؟ مجازات میشه یا شلاق زده میشه؟ شما چگونه تصور میکنید که پس از طالبان و صلح وضعیت هنر و هنرمند در افغانستان چگونه خواهد؟ سوال ما این است که نقش هنر به مفهوم وسیع ترش در روند یا پروسه صلح در افغانستان چیست؟ آیا چالش خواهد بود یا فرصت؟ جناب سنچارکی، در زمان طالبان احتمالا منظورشون از بزرگترین دستاورد هنری بتای بامیان باشد و موارد امثالم از بین رفت. هنوز هنرمندان چنانچه در مساقله محاکمه شدن، چه در نواختن و چه در شنیدن موسیقی، مجازات میشن توسط طالبان. متاسفانه برخلاف برخی تصورات که گویا ظرف دو دهه اخیر تغییراتی در نحوه تفکر و بینش و نگرش طالبان به وجود آمده، از اظهارات اخیرشان در گفتگوهای قطر و همچنین از عملکرد طالبان در مناطق و جغرافیایی که حاکم هستند، براوشنی استنباط میشه که هیچ نوع تغییری در دیدگاه و نگرش طالبان به وجود نیامده و این سبب نگرانی و تشویش جدی تمام مردم افغانستان، مخصوصا جامعه زنان و هنرمندان است. از این جهت اگر طالبان در محور قدرت سیاسی افغانستان قرار بگیرند یا بخش غالبی از قدرت سیاسی افغانستان شوند، او زمان این تشویش بسیار بزرگ و برجسته خواهد شد و بسیار بسیار بعید است که فرصت و مجالی برای تولیدات هنری و ظهور و بروز هنر در افغانستان وجود داشته باشد. ما با نگرانی و تشویش دوست ما شریک هستیم و امیدوار هستیم که این گفتگوها به گونه نباشه که اساسات قانون اساسی افغانستان به معامله گذاشته شود و یا طالبان در محور قدرت سیاسی افغانستان قرار بگیرند و تصمیم گیری اولی باشند. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.